ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نظام آخوندی مستمراً وعده مهار تورم رو میده. یک بار صحبت از در دسترس بودن مهار تورم میکنه و یک بار دیگه هم میگه که به دنبال مهار تورم هستیم و جای دیگه مهار تورم رو برنامه دائمی دولت خودش توصیف میکنه و خلاصه دولت رو پیگیر مهار تورم میدونه. این در حالیه که در تمام دو سالی که از گماشته شدنش توسط خامنه‌ای میگذره تورم بیداد میکنه. پس چرا رئیسی از این وعده و وعیدهای دروغ دست بر نمیداره؟ رشد روزافزون تورم نشون دهنده چیه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فردین ماهوچیان، تحلیلگر امور سیاسی. آقای ماهوچیان، با سلام به شما، خیلی خوش اومدین. اگه بشه به ما توضیح بدین که الان روز 16ام، در واقع امروز روز 21ام تا اونجا که می‌دونم، ولی در روز 16 اردیبهشت رئیسی وعده داد که دولت پیگیر مهار تورمه. پیش از این هم رئیسی از این وعده ها زیاد داده بود. واقعیت امر چیه؟ ابتدا سلام میکنم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون ایران آزادی. همونطور که فرمودین، چند روز پیش رئیسی باز شروع به دادن وعده و وعیدهایی کرد و نشون دادن روزنه هایی که واقعا وجود خارجی نداره. اما ابتدا هم میخواستم بگم که دادن وعده و وعید تو این نظام ید طولانی داره، به خصوص نسل جوان بدونه که بنیانگذار همین سیستم یعنی خمینی دجال، اون روح پلید شیطان، قبل از اینکه رو حکومت بیاد اون هم بسیار وعده‌های هم سیاسی هم اقتصادی داده بود، مثل آب و برق رو مجانی کردن، به عنوان یه طلبه میرم تو قم حکومت میکنم، اتوبوس رو مجانی میکنم، قول مجلس مؤسسان و بسیاری از این وعده‌ها. حتی همین رئیسی به اصطلاح جلاد 67 روز تنفیذ خودش هم جوری بیان کرد که اومده تورمی که اون موقع به اصطلاح میگفتن 44% رو مهار کنه و در ادامهش یک لیستی من دارم که میگه مهار تورم در دسترس، به دنبال مهار تورم هستیم، مهار تورم برنامه دائم دولت ما برای تحققش بوده، حتما تورم رو مهار میکنیم، مهار تورم رو با رشد تولید دنبال میکنیم و دولت پیگیر مهار تورم هستش و جور به اصطلاح از خامنه ای هم که یاد گرفته جوری صحبت میکنه که انگار در منصب اپوزیسیون داره صحبت میکنه، نه اینکه انگار خودش و تمام این سیستم 40 و چند ساله حاصلش این تورم اقتصادی، رکود اقتصادی و فساد دامنگیری که اقتصاد ایران رو گرفته هستش. برای نمونه میبینی که با همه این دروغ هایی که این داره میگه، آماری هستش که از ابتدای سال 1401 تا اردیبهشت 1402 خبر از گرون شدن 34% گوشت قرمز داره، 32% روغن مواد غذایی داره، 27% شکر رو داره، 26% لبنیات و حبوبات، 23% داره و قیمت مسکن و خدمات هم که دیگه به اصطلاح فاجعه بار هستش. واقعیت داستان این هستش و اون تبلیغی که رئیسی داره میکنه دور از به اصطلاح واقعیت ها هستش. بله، حالا واکنش رسانه های حکومتی نسبت به این وعده‌های رئیسی چی بوده؟ ببینید، نه تنها واکنش های رسانه‌ای هستش، بلکه خود نفراتی که تو این دولت یا کاری بودن یا بعدها کاری شدن یا کاری هستن، اونها هم دارن میگن. مثلا نشریات خود رژیم تیتراژ میزنه دولت رئیسی و افسانه مهار تورم، به صورت تمسخر اینا رو میزنن. یا رئیس پیشین مثلا بانک مرکزی نفری بود به نام همتی، اون خودش رئیسی رو به چهارمیخ میکشه و ازش میپرسه که قبل از شروع دولت 13ام گفتی تورم رو تک رقمی میکنن، چون این قول تورم یک رقمی رو داده بود. بعد از گذشت بیش از 1.5 سال فکر نمیکنی دیر شده باشد؟ یا روزنامه های دیگه هم همینطور با نیش و کنایه تمامی حرفای رئیسی رو که هیچ پشوانه ای نداره و هیچ آینده ای نداره و هیچ چشماندازی رو نداره رو تکرار میکنن و میگن که بهش که تمام اینها دروغ های محضی هستش که رئیسی داره سرتاسر صحبتاش میگه. و من واقعا نمیدونم اصلا این صحبت هایی که میخونیم از رئیسی اصلا متوجه میشه که راجب چی داره صحبت میکنه. حتی معنی تورم رو میفهمه، نقدینگی رو میفهمه و این رکود اقتصادی رو متوجه میشه یا نمیشه که واقعیتی هستش این داستان، چون رئیسی اصلا این کاره نیستش. بعد فساد 44 ساله این رژیم، رئیسی نیستش که بتونه پسش بر بیاد. یکی از خود همین مقامات رژیم گفته بود که اگه برنده جایزه نوبل اقتصادی جهان هم بیاد نمیتونه کاری بکنه.
و درستش هم همینه، به خاطر یک فساد نهادینه شده و در دست سپاه پاسدارانه. تمام اقتصاد کشور رو، صادرات، واردات و همه چی رو گرفتن دست خودشون و عملا میبینیم که رئیسی نه در هیبتش هست با 6 کلاس سواد و نه در خواستش هستش که این کار رو بخواد انجام بده. بله، همونطور که شما گفتین جناح مقابل که بر سر قدرت با باند رئیسی در جنگ هست، خب مستمر داره این دروغ‌هاش رو برملا میکنه. از یه طرف هم تو خیابون مردم کف خیابون با شعارهاشون انعکاس این دروغ‌ها رو بهش نشون میدن. پس چرا رئیسی دست بر نمیداره از این دروغ‌ها و گندگویی‌ها؟ ببینید چقدر خوب اشاره کردین. مردم ایران این شعار رو که در تک تک خیابونا، در تک تک اعتراضاتشون، چه بازنشستگان چه فرهنگیان و همه دارن میگن رئیسی دروغگو، حاصل وعدهات کو، سفره ما خالیه، سفره ما خالی وعده وعید کافیه. یعنی رو در روی رئیسی داره، میدونن، همه متوجه میشن. اما فراموش نکنین رئیسی وظیفش نبود که بیاد این کار انجام بده. رئیسی به خاطر این کار نیومده بود. رئیسی از طرف خامنه ای به خاطر این گماشته شده بود که بیاد مهار قیام رو بکنه با اون به اصطلاح سابقه جنایتی که در دستگاه رژیم در سال 67 داشت و لقب رئیسی جلاد 67 رو گرفته بود. وظیفش اینه و الان شما میبینین آمار و ارقام همین 10 روز گذشته اعدام ها نشون میده که این داره وظایف خودش رو تو زمینه ای که باید انجام بده انجام میده، یعنی به مهار بردن قیام و ترسوندن و آوردن وحشت به عنوان یک سردشخیمی که فقط کارش اعدام بوده. خودش هم این رو میدونه، ولی برای همون به صدا خالی نبودن عریضه میاد و یک صحبتهایی میکنه که بهتون الان تو قسمت قبلی صحبت هم گفتم. من مطمئنم که اون اصلا نمیدونه راجب تورم چی هست که صحبت میکنه و اصلا نمیدونه راجب چه مسائل اقتصادی صحبت میکنه. شما میبینید تمام هیئتی که داره به گفته خود مقامات همین رژیم اصلا راهبردی ندارن در رابطه با این حجم از رکود اقتصادی ایران. خیلی جالب گفتین، اینا اصلا مأموریتشون یه چیز دیگه است. خب ما میدونیم که سیاست و یا در واقع بهتر بگیم ثبات یک حاکمیت با اقتصاد خیلی با هم در تنیره هستن. این وضعیت افسار گسیخته تورم و این فسادی که در تمام ارگانهای رژیم وجود داره چی رو نشون میده؟ ببین اگر نظر اقتصادی بخوایم روش بحث کنیم که خب مشخصه یک اقتصاد فرشکسته خدمتتون عرض کردم که سر تا پاشو فساد گرفته، اما نشان اصلی که ما میخوایم ببینیم نشان اینه که یک پروژه خامنه ای داشتش که با آوردن رئیسی بتونه همه چی رو مهار کنه. نه تنها رئیسی، همون مجلس جوان که از دولتی نام میبرد که به اصطلاح دولت جوان اسلامی، مسلمانای جوان، نمیدونم حزب اللهی، از این چرندیاتی که همیشه گفته و میخواست یک دولت جوان حزب اللهی رو بیاره وسط کار که بتونه مهار اوضاع رو در دست بگیره. اون چیزی که ما الان میتونیم ببینیم با ضرباتی که قیام 1401 به این رژیم زده، کلیت پروژه خامنه‌ای به گل نشسته. نه تنها نتونسته کاری رو به پیش ببره، هیچ چشمنداز و هیچ آینده‌ای نداره. نه اینکه بخواد به اصطلاح در نقش مخالفان این رژیم کسی صحبت کنه، با این صحبت هایی که از اول ابتدا با هم صحبت کردیم دیدیم که در خود رژیم هم باوری بر این وجود نداره. شما میبینید که همین رئیسی دولتی هستش که چند وزیرش استیضاح شدن و از کار برکنار شدن. این دولت رئیسی که خامنه ای ادعا میکرد باز در همون فسادی که به اصطلاح کاملا پایه‌ای و ریزه‌ای در درون رژیم هستش، یکی از وزراش بالای 60-70 تا میخواد ماشین شاسی بلند بده که باج بده که اینو استیضاح نکنن. اینها تازه چیزهایی هستش که رو میشه و در صحنه تصویر با میبینیم. در نهایت من میخوام بهتون بگم که این نتیجه کار رئیسی بعد از نزدیک به 2 سال چیزی نیستش غیر از اینکه پروژه‌ای که خامنه‌ای برای بقای خودش میخواست نگه داره شکست خورده و این کشتیش به گل نشسته. به خصوص گفتم بهتون خدمتون که با ظهور قیام 1401 و ادامه خط آتشی که مقاومت ایران و کانونهای شورشی دارن، این رژیم نه راه چپ داره نه راه راست و واقعیت داستان اینه که باید به طرف سرنگونی بره. با تشکر از شما آقای فردین موچیان، تحلیلگر امور سیاسی. خیلی ممنون که در این گفتگو هستید. تشکر می‌کنم ازتون. من تشکر می‌کنم که این وقت دادید. شب روزتون بخیر. زنده باشید.